سلام و وقت بخیر. به خبر این ساعت از یک با من حامد یوسفزاد خوش آمدید. گزارشگر ویژه شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد امروز گزارش از وضعیت حقوق بشر در افغانستان با آن شورا ارائه خواهد کرد. هیئت افغانستان در ژنو در اکس نوشته است که جنایت های تبعیض آمیز و تحریم های اعمال شده بر زنان و دختران در افغانستان بحث های مهم از گزارش آقای بنت خواهد بود. این در حالی است که قرار است سومین کنفرانس افغانستان به میزبانی سازمان ملل در دوحه برگزار می شود. رسانه های آلمانی گزارش دادند که آن کشور تصمیم گرفته است تا شماری از پناهجویان افغان را به ازبکستان بفرستد. این مجله در گزارش افزوده است که نانسی فیزر وزیر امور داخلی فدرال آلمان در حال گفتگو با مقام های ازبکستان است. این تصمیم در پی حمله با چاقو از سوی یک افغان در شهر مانهایم که در آن یک افسر پلیس آلمان کشته شد گرفته شده است. رسانه های پاکستانی به نقل از مقام های آن کشور گفتند که به مسئولان محلی هدایت داده شده تا از ورود افغان های بدون مدرک در روزهای عید به پشاور جلوگیری کند. از سوی دیگر تحریک طالبان پاکستان به مناسبت روزهای عید آتش بس سه روزه را در آن کشور اعلام کرده است. اسوسییتد پرس گزارش داده است که این آتش بس به درخواست مردم پاکستان اعلام شده و در صورت کدام اقدام نیروهای امنیتی آن کشور از خود دفاع خواهند کرد. سرپرست وزارت خارجه ایران در گفتگو با سرپرست وزارت خارجه کشور گفته است که مردم افغانستان تصمیم گیران اصلی کشور خود در همکاری با کشورهای همسایه و منطقه هستند و اجازه دخالت به بازیگران خارج از منطقه را نمی دهند. علی بقری کنی با تأکید بر نزدیکی روابط میان افغانستان و کشورهای منطقه می گوید ایران و افغانستان با توجه به اشتراک‌های فرهنگی و تمدنی دو کشور در هماهنگی و همکاری با هم برای حفظ ثبات منطقه‌ای می کوشند. افزون بر پایتخت، مقام های ولایت های جوزجان، سرپل و فاریاب می گویند که برای تأمین امنیت باشندگان این ولایت ها در روزهای عید تدابیر شدید امنیتی گرفته شده و ایست های بازرسی ایجاد شده است. به گفته ساکنان این ولایت ها تدابیر امنیتی به منظور فراهم کردن فضای امن برای باشنده های این بخش ها و جلوگیری از هر گونه تهدید احتمالی صورت گرفته است. در همین حال شماری از ساکنان این ولایت ها از اتخاذ تدابیر امنیتی استقبال کردند. یک بانو در هرات توانسته با ایجاد یک مرکز گیاهدرمانی و گیاهشناسی برای صدها بانوی دیگر زمینه اشتغال را فراهم سازد. مسئولان مرکز گیاهدرمانی میگویند که در تلاش تولید داروهای سنتی در کشورند. رسیدیم به پایان خبر. تا برنامه بعد خبری، الله نگهدار.